خیس کردی آقا ایشالله نوبت شما میشه. بفرمایید. آقا توپا جمع کن آقا. آقا توپا جمع کن. 20 دقیقه دیگه میرش. هشت دقیقه دیگه به سما رو بفرمایید. بفرمایید آقا. بفرمایید. آقا پرویز فسکالم راحت بشه یادت نمیره که نه یادم نمیره چشم یه دونه انقدیشو میگیرم میارم در خونه میدم به مادرتون بابا اندازش مهم نیست ویبره داشته باشه باشه چشم امر دیگه ای نداری؟ با تو نه خیلی ممنون بابا کی میگو؟ یه چی گفت یه موبایل بخر ببر بده در خونه به مادرم فقط ویبره داشته باشه مثل که مادرش گوشش سنگینه خواهد تکون میخوره ببینه آن راستی گفتیم ولی یادت نری بری عننم رو تا بگیری برای ما خارک باشه چشم مگه میشه تو رو یادم بره اصلا آدرس تو بنویسم یعنی میرم در خونه قبل از اینکه برم خونه خودمون میرم در خونه به مادر تو میگم آبادان لین دو منزل ننه حسن تموم شهر آبادان نخه قاره آبادان قاره آبادان آه هاو زهر ماد ها نداره که خب یه تلفن بزن بهش بگو اصلا خارک بفرسته بوگای تلفن داشتم خب تو نمیگفتم خب تلفن ندارید همینجا یه بسته خورما بگی بخور به نیت خارک مارم تو دردسر ننداز با همیشان با این چی کار داری ولی چیه بده تلویزیونم رو ببرم پولشو دادم فلاکس لیوان تو دادم به شعباز وقت تلویزیون نمیزدی سرت نفت ببینیم امشب فلاکس لیوانم رو دادی به کیه سازرم دنبالش بگردم شعباز آقا شعباز جونه بعدیش بعدم داره عباس آقا آره جونه میری جلوی بستنی فروشی آقا سید آسید آسید که میگم پونزه شونده داره فوت کرده که درسته درسته منی پسراش هستم درسته میری یا نسکا سفارش میدی زرد زفرونی به نیت کی؟ به نیت عمو شما وقتی که مزهش در زیر دندونت میگی عمو برسه به روحت من نوکرتم بعدم داره؟ بعدم آره بیا آقا بادون نواد سکونه یا تو که با میری در خونه ما به خانومم میگی که اونو باید دومان اگه بالا رفتم پایین اومدن باید شیرباره بده زیاد سخت نگی اما عباس این چیزا دیگه ور افتاده بس دو جوان برن دنبال زندگیشون شعر داره میگی آقا بادر من خودم اینجا لنگ پولم مرد حسابی تو هیچ میدونی اگه اون شیرباره بگیرن و بفرستن اینجا منم عین تو میپرم بیرون پس تو دلت واسه دختره نسوخته اتفاقا دلم واسه دختره خیلی میسوزه بجون بابا مثل اینکه خوش گذشته دلتون واسه کارتونای خیابون تنگ شده سلامتی ستن بی خیال ستن آقا از سلامتی سکن عقبی بل کن این ستا رو آقا راست میگه بل کن این ستا چی کار میکنی؟ چی رو میانمش بالا براتون گفتی خونت کجاست؟ آفریقا کجا؟ افریقا افریقای شمالی مزه میپرونی؟ آقا مزه چی میریزیم؟ بالای آرژانتین، افریقای شمالی نه ترس شو کردم باید دست مزه نریز دستی بیر جلو
ببخشتم. این چی آقا مر میزنید؟ الان خیلی وقته دیگه جایی مر نمیزنن. الان سیستم قطعه ما مر میزنیم. ای بابا این سیستم. آقا اگه سیستم قطع نبود چه که ما برگشت نمیخورد الان مر نمیبرده بودن اینجا. همش شرط چی میکشیم از سیستم دیگه. سرباز ببرش. برو. تست شهباز شهباز بایستا فامیلی زند گفتی جرمت چی بود؟ سوء تفاهم کجا نگاه میکنی؟ هیچی نه میدم سوء تفاهم دیگه آخه زد رو بردادم درست کنم فاکتور همراهم نبرده بودم این شد که به جرم سرقت گرفتن ضبط ماشین همسایه دیگه نه؟ آره نه نه ما همسایه بود ولی خب در جریان بود همسایه دست بیار آقا چرا؟ ما که این واقعیت همه چیز رو گفتیم بیار جلو دست تو بیار هیچی نیست بیار جلو دست تو میگم سرباز ایوه ایشون هم میتونم برم آره خیلی مردی اس بهادر فامیلی نقشبندان نقشبندان بیه جلو بینم فامیلی پس زمین پیشبند نداره که نه دست بیه جلو در بست کرایه هم اینجا میگیری بود این ضبط شد فابریکش رو برداشته فکر میکنم بدزدن نگرانش بودم در بست خوبی؟ این آبه ای؟ بریم خمی وقتی میخوام ببرنتون تو دوتا ماشین با 6 تا اسکورت میان با عزت و احترام میبرنتون تو از این پایین تا اون بالا باد سلام علیک میکنن اما وقتی میخوای بیای بیرون یه نفر میاد بگه آقا خسته نباشین یه نفر میاد دوزا بذاره کف دستت بگه آقا تاکسی میخوای بگیری یا میخوای بری خونت ببینی اصلاح که نشدیم هیچی بعد فکر ضبط مردم باشی بعضیا مثل این آقا پرویز میگم شانس دارن ماشین آخرین مدل میان دنبالشون سلام دو تا معجون بهشون میدن پرتمیز و بهداشتی برسن خونه قوی خوبی آقا پرویز مخلصم بفرمایید ببخشید البته دو نفرت جا نمیشه حرف نزن بشین تو ماشین بابا دوستا من ببخشید مهندس ها یه خورده بددن حرف نباشه بهت میگم بشین تو ماشین ببین کاغذ رو نوشتی دادی ننوشتی رضایت رو پس میگیرم برمیگردی تو همه آدافتونی دیگه برم نمیگردن تو هلفتین دیگه ببین الان آزاد شد خورده تا این پاک نشه که نمیتونم ببننم تو من با این میتونم بیام بیرون شما بیا بریم خونه ما یه چایی بخوریم اونجا چکو بدم خدمت چکو بذار لب کوزه آبشو بخور من رسید میخوام یه رسید محضری با امضا کنی مبلغ 20 میلیون تومان اصلا باید بریم محضر یه دقیقه بشین من باید دوستان خدافیزی کنم سویچشو بدن سویچ نداره با چی روشن میشه؟ باز نمیشه قفل کودکه قفل کودک چیه من زن میگرفتم بعد چرا هم زن نمیم بود بیا خدافیزی داشت ما که خدافیزی کردیم که آره کجا؟ ایست پرویز بودت میکنم یه بلایی سرش نهیده به ما چه ربطه داره آقا شهباز بایزه کجا؟ ترمینال پیاده؟ تا یه جای پیاده میرم بقیهش هم خدا بزرگه داداش یعنی من اینقدر جروزه ندارم تو شهر اون جور رفیقه ها بکشم بیبریم موتور بسته کجا میریم داداش خسته نباشیم 1500 فونک داداش از غار زدی بیرون چطور نداره مرد حسابی الان با دو تومن تو گوشت نمیزنن میخوای 1500 بری تو فونک داداش 500 به من بده من همین الان دو تا میزنم تو گوشه شهر نکن بابا چقدر میبری داداش چقدر میبری 15 تومن چقدر 15000 15 تومن اوکی خوبه 15 تومن اوکی نه آقا مانی آره دیگه بله داداش وظیفه شما امنیت ما رو تضمین کنی یا ما باید کلا کاسکت داشته باشیم
عزیزم به کاپتانیش ربطی نداره، به سر مهماندار باید میگفتی. اینطوریه؟ آره عزیزم، در ضمن کمربندت هم محکم ببند، تا موقع ایست کاملا صندلی تو ترک نکن. دارم برات. همینجا باشه ایبر. آره همینجا پیاده میشم. دمت گرم. سلامت. سمت بازارم میری؟ سمت بازارم میری. خیلی خب بیا. داشتیم 25 تومن با هر دو تا تریپ. هر دو تا تریپ چیه؟ ایده این دوهاشو من میخواد بره سمت بازار با آقا بی برسونش بازار از اون ور برو. بازار چیه؟ ما برم ترمینال. چرا دیگه میخوای بری دیگه؟ ما رو دروسی میکنیم با من. برو برو قولمو میخوای ببینی ببین که من اومدم تیز بریم. داشت دمت گرم داداش میاد. دمت گرم داداش. آقا بفرما گلوت تازه کن تا داداش بیان. آقا دست در نکنه چه زحمت کشی. نمیخوری؟ چرا دیگه آوردی بخورم دیگه، دست در نکنه. اینا الان چنده؟ اینا واقعیتش همه قیمتی داره، ولی این اتومات لنگه همین از دمقسم مایی 50 تومن. ایوال اتومات که میگن اینه. آره همینه. ایف من میترسم تو خیابونای شلوغ موتور سواری کنم دیگه. عادت میکنی؟ نه آخه غیر اتومات داشتم، اتوماتش نمیتونم. نه آقا 100 متر نشینی بری قلقش دستت میاد. حالا شما بشین امتحان بکن. واقعا برم؟ آره آقا بشین شما امتحان بری با 100 متر دستم میام؟ قشنگ دستت میاد. ای بابا فقط نیست. نه بذار آقا نکن. آقا فقط چیز کن، شما یه کلا اضافه هم امرات بیار. حتما چشم. با کلا دستم بیاد دیگه ببخشید. چشم. بایست جا کنم آجا برو 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 آقا بایی نشی بری بشین 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 بایست بری بری بایست بری چی بایست بگرده میدم بایستا بایستا دیگه من به تو نمیگم بایستا به جای سیف برسم؟ ببینم برای چه موتور مردم ها اشیا بردی؟ او بچه پر رو بود نه ایده بخواست سوبل از ما پول بگیره. آقا من برم دنبال زنگ. جون آقا بگیر، جون آقا یه دقیقه بشین. آقا زمان برم کار دارم. یه چیزی میخوام نشون بدم موتور یادت بیره. یه دقیقه بشین جون من جون من جون من دمت گرم دمت گرم صرف بشین فقط. آقا بی حالا بهت میگم. بفرما 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 داخل. مادر ما همیشه در با میذاره. یالا میگم اگه اجازه بدی من برم یه چند وقتی زن و بچه همو نهیدم. کجا بری بابا؟ بذار یه پول پله جور کنیم با خیال راحت بری دیگه آبرومند. بفرما بفرما بفرما. به به آقا شهباز. سلام آقا سیفی. چطوری؟ نیستی دو سه روز نهیدمه؟ عده سابی دو سه روزه من رو نهیدی؟ من حداقل الان 4-5 ماه دارم مالزی کار میکنم. وقت دو سه روزه من باقی مالزی بودم. مالزی؟ بله. با این وضعیت دلار. بله. حالا چطور بود؟ خوش گذشت؟ یعنی آقا سیفی هر کسی باید یه بار خارج بره، هر کاری دوست داشته باشی میکنی. بخو بلند شو برو، ولی زود بیا بال بال بازی کن، یه قول نقول و فوش بده. هیچکی بود کاری نداره. هیچکی هیچکی فقط شبا زود بخوابی این ایرادشه. خبر دارم، خاموشی میدن دیگه. تو اون کامی هم میگفت. آره مگه کامی هم مالزی بوده؟ نمیدونم تو این زندون این بند بغلی چی میگن، تایلند، بنگلادش، مالزی. بچه پر رو مارم سیاه میکنم. آقا سیفی اینجوری هم نبوده. تیکه انداخ؟ معلوم نبود. چرا مردم تیز شدن دیگه؟ بفرما بفرما. یالا یالا از مادرم همیشه اجاب داره. بفرما یالا بفرما یالا یالا بفرما. ببخشید دیگه کلبه درویشی و این حرفا میگم میذاشتم میرفتم. آبا این رو مخی ها بیا دیگه یک تعارف میکنی. سلام مادر. علیکه سلام. الهی مادر به فدات بشه. چی ها چی شده؟ این چی سر وضعی باز خود درست کردی؟ سلام علیکم. علیکه سلام مادر جون. مهمون داریم. قدمشو تخ به چشم مهمون خونه چی بفهم بره مهمون سرا. مادر جون رفیقم ها. رفیقت باشه؟ مگه اون مرتیکه معتاد همیشه خمار رفیقت دم بود که دست کجی رو بهت یاد داد و انداخت تو لفتونی؟ همشون مثل همه سگ زر برادر شغاله.
با اجازه. ایرق ماشسه به سلامت. امیدوارم دیگه این برا پیداتون نشه. مادر اینجوریه رفیق ما رو بیرون میکنی؟ خیلی خب ما هم همراه رفیقمون رفتیم. ای وایسی ببینم کجا وایسی ببینم. وایسی دیگه همینجوری اولش غر میزنه بعد صدا میکنه. بعد بری بعد بری. حیفت نیاد. خودتو خوب و تمیز بشور. لباس تمیزاتم آویزون کردم اینجا به قله. قبلیه که کثیف نبود. کثیف نبود، نکبت بود. لباس شرکاتو تو حیات همه رو سوزوندم. خوب کار کردی مادر، خوب کار کردی. دست درد نکن. خوبه خوبه، نمیخواد بلبل زبونی کنی. زود بیا بیرون، کارت دارم. اگه خبری شده؟ هنوز نه. ولی چشت به رفیقای بی خودت بیفته، خبرها خود به خود شروع میشه. اون رفیقا رو من دومشون رو چیدم، دیگه این برای آفتابی نمیشم. دوم اونا رو چیدی؟ تو خودت دومتو از زیر دست و پا جمع کن. همه فتنه از گور خودت بلند میشه. همچی پسری مرحمت خداست مالم من. پاش به کوچه برساد دیگه بعد نمیگرده مگه اینکه گشنش بشه. شما که دیگه غریبه نیستی به اینجام رسونه. نمیدونیم واسه بزرگ کردنش چقدر خفت و بدبختی کشیدم. هر کاری که گفتم عیبی نداره. تو پیری و کوری میشه عصای دستم. حالا بفرما این پیری و کوری اینم شازده فریاد رس. آبرو به حیثیت واسم نذاشته. اگه تو محل بفهمن که شهباز آزاد شده همه در و پیکراش نسه قفله میکنن. تازه دعواش با آقا جونش به کنار. اگه آقا جونش بفهمی که آزاد شده هر جفتمون از این خونه میدازه بیرون. میگم حالا تازه از زندان آزاد شده اجازه بدید دو سه روز استراحت کنه. خستگی زندان از تنش اومد بیرون. بعد باش بشینید صحبت کن. خسته نباشید. کدوم خستگی برادر من؟ آب خنک خوردم تو زندان خستگی داره؟ دیگه این حرفا جلوش نزنی ها. این همین جوریش هم پشت کار نداره. اگه این حرفا رو بشنوه دیگه باد بیشتر میخوره پشتشو دنبال کار نمیره. هرچی من گفتم باید بگی. چشم مادر جان چشم. همون نایمده شما شروع کردی که بسر یکم به حرف بزرگترت گوش بدی بد نیستا. گوش نمیدم؟ تو به حرف خدا و پیغمبر که میگن دزدی نکنید آقا وقت خوشی نداره گوش نمی کنید چه برسه به من. آقا خوش بریم خوش بریم زندان. اونجا با اون همه سرزدار از اینجا ساکت داره. خوش آقا بشین مینم. مگه اینکه من مرده باشم که تو با دوباره به زندان برسه؟ اونا خوب اونقدر خور خفیمون نکن جلو مردم دیگه. بذار دوزار به سر ورزمون برسیم بعد. اتفاقا جلو رفیقت میگم شاید تو خجالت این مرد بمونی. ببین آقا شهباز تا حالا هر کاری کردی کردی. من بعد باید دور کار خلافه یه خط قرمز بکشی به دنبال یه کار آبرومند. کو سرمایه که برم دنبال کار؟ سرمایه میخوای؟ اون دست اون پا اونم من. اینم بناگوش اینم پاچه. این دست و پا رو بعدا برم نونوایی دوتا بربری بهم میدن. مادر دست و پای آتاد و باطل که به درد نمیخوره. چطور به درد دزدی میخوره؟ تام وقتگری به ما جرم بچسبون. ببخشید نمیدونستم 6 7 ماه شما رو به جرم اینکه دزدی نگردید زندونیتون کرده بودم. مادر من قربونت برم الهی من پیش مرگ شما بشم. شما باید بری اون تو اون تو رو ببینی. ببینی چقدر آدم بی جرم جنایت به ناحق اون تو هن. نمونهش همین آقا بیه خودمون. آقا شما شم وقت اون تو بودی؟ 11 با چه جرمی گرفتن؟ هنوز خودم هم نمیدونم. میگه مادر چی میگه؟ میگه خودش هم خبر نداشته. یعنی واسهش پاپوش درست کردن. یعنی خودش نمیدونسته ولی اونا گیر خفن دادن که شما قاچاقچی. چرا؟ چون یه کامیون داشته میومده 150 کیلو مواد توش بوده. ایشون اتفاقی پشتش بوده. اومدن گفتن آقا این 150 کیلو مال شما. تونم گفتن نه. خودشون یه گرم انداختن تو ماشینش به جرم همون یه گرم گرفتن 5 6 ماه انداختن زندان. 5 6 ماه هم اضافه نگه داشتن که مغر بیاد 150 کیلو گردن بگیره تا ایشون گردن نگرفته. بعد از 11 ماه اومدن گفتن آقا بهی آقا بهی آقا به مادر ما اشتباه کردیم شما اشتباه گرفتیم بفهم آزادی. حالا ایشون آزادی نمیخواست بره میخواست بره ترمینال. من براش ششتم آوردم اینجا. همینجا الکی الکی مارم خودتی منو سیاه نکن پسر. این رفیق تا بی سر و پای از سر و روش میباره. با اجازه بشین. تام تا یه چیز بهت میگم بهت برمیخوره. هرچی که به این گفتم با تو هم بودم. دارم بهت میگم شما اگه به تو برمیخور که حالا روزتون این نبود. آقا بلندشو بریم اون اتاق. بریم اون اتاق اینجا اخت اون خورد میشه. بفرما بفرما. ببخشید آقای چند وقتی اینجا نبودیم. اصلا نمیدونم مسئله کجا گذاشتیم. مامان هم دوباره جا به جا میکنه. آن مسئله ببخشیده سرجر مادرم.
یه بعضی ما نه لقی نماشه مادر ما زندگی خوبی نداشت. تا بابا اون بود همش مرافع بود، خونه هم جنگ باشه بدبختیه دیگه. من از بابام یه ناصر نامی اومد شوهر منم اون شد، علیلی بود بس خودش، نه میمرد نه خوب میشد. ببخشی یه لحظه من اینجا چی شد؟ جرابم الان کجاست؟ زیگیل بازی زیاد در مرد، زیگیل بازی زیاد در مرد ولی بالاخره مرد. مادرم همه زندگیمونو خرجش کرد، میگفت گناه داره. پیداش کردم، بعد از اون یه دایی داشتم اون خیلی به اون میرسید، اون تفلکم دریا پاش گرفت غرق شد. خلاصش کنم دیگه، مادر ما این مجسمه بدبختیه. این هم عکساشه. کنون یکی عکس مادرت گرفتی ما رو؟ با اون مغازه هست که گفتم میخوام بزنمش. اون همه عکس برای چی گرفتی؟ کارای گنده رو نباید بیگدار به آب زده، که باید برنامه ریخت. اینا رو کی گرفتی؟ خلاصی که گیر کنم. پس روش کار کردی؟ آره بابا، اونجا دائم بهش فکر میکردم، کار جدیده. الانم تا قبل از اینکه پشتم باد بخوره باید شروعش کنم. اینم اینجوری نگاه نکنه، توش لب به لب عتیقه است، ببینی ماتت میبره. کار سختیه. آره سخته، ولی خب ما هم دست و پایی داریم تو این کارا. خب که چی؟ دیگه اگه یه همراه با صفایی مثل شما داشته باشم دیگه از سایه شروع میکنم دیگه. ببین آقا بهی، این مورد اصلا درزی نداره که مولاش بره. من فکر همه جاشو کردم، من یا یه کاری رو نمی کنم یا اینقدر بالا پایینش میکنم که خیالم از همه چی راحت بشه. این مغازه نمه دوزگیرش گرفته تا قفلای درش عین کف دستم بلدم. فقط یه همراه میخوام که اگه شما باشین دیگه پشتم به کوه دیگه، خیالم راحت یه نفر از دور همه کارا رو داره. آقا بی من آقا نیستم. آقا بی جان به عمرم من کار خلاف نکردم. وایسا یه دقیقه وایسا. آقا بی جان چرا یه بلند میشه بزاری نکن جلو مادرم دیگه، اصلا نمیخواد شما قاطی ماجرا شی، همش با من. و از قدیم گفتن اگه این دوتا با هم باشه، نگفتن اگه همه اینا با هم باشه، که من شما اگه با هم باشه میتونیم دنیا رو بگیریم. کلی مایه توشه، اگه این سر بگیره من و شما که یکی افتاد پشتمون رو بستیم. 3-4 میلیارده، بعدش هم مغز خر نخوردیم ادامه بدیم که. پولش هم میندازیم توی کار ترتمیز و بهداشتی. میترسم، میفهمی؟ داداش منم میترسم. شما داری 200 میلیون تومان بندازیم توی کار ترتمیز؟ نه نداری. قربون دهنت اگه منم داشتم از دیوار مردم که نمیرفتم بالا. من تا حالا از این کارا نکردم. خب با من، من اگه هیچ کاری از دستم بر نیاد برات انجام بدم میتونی؟ آقا ببین من میدونم که میتونی دیگه. اگه پای کسی وسط بیاد من نیستم، من نوکرتم، من قلم میکنم اون پایی که بخواد بیاد وسط. ما چطور میکنم؟ بفهم تو یا الله بفهم. دوربینه اونش با من، چجوری میخوای بزنی؟ میگم بهت. یه دونه
فروشه؟ نه داداش. خوابونده چه خوب شو؟ شیود با بلند میکردی؟ من خوب شدم؟ آره خوب هم موات خوب شده. بفرمو بفرمو سلام علیکم. بخ رفیق گلم چه عجب فیلت یاد فقیر فقرا کرده. خوش اومدی. فیلمون کجا بود؟ مخونه ما مقرایی غلامتم. خوش اومدی. از خنقش کجاست؟ تبرستون. عجدی کجاست؟ تبرستون. اونجا کار گرفته؟ قبرستون شد جا؟ بابا همین پیش پای شما مرد، بردنش قبرستون. مرد؟ آره. ای بابا. ای بابا چیزی نشده؟ ای کار نقاشی داری اینجا این همه نقاش؟ بابا خب برای اسخر ناراحتم. دل کن بابا، اسخر فدا سر خودتو رفیقه. اینجا پر نقاش، همه شون هم کارشون از اون شادربان خیلی بهتره. اینا همه نقاش هم؟ آره تازه کارشون دو روزه توی این پاساش تموم شده. ای بابا پاساژ نداره این مرد. بابا این مغازه داروش تاناکورا هست سر سرا. کمو دو تا تیغه کشیده وسطش، بچه‌ها برای رشد محل بهش میگن پاساژ. شما هم بگو پاساژ. داداش دم شما گرم، شما هم بگو پاساژ. بچه‌ها ما به مغازه داروش تاناکورا چی میگیم؟ پاساژ. آفرین. حالا دو تا چای تمیز بذار سر رفیقای ما. بله بس. آقا جونم بالا بیاد. چی شد؟ هیچی، من در واقع با اون دوستمون صحبت کارنستی و نقاشی. آقا دنبال یه نقاش میگردم. آقا 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 ما هستیم، کارمون هم صبح تموم شده، دستمون هم گرمه. خب یه لحظه ارزه میدین؟ چشم. آقا این دوست ما، دایی ما، یه مغازه داره، تفلک نمیخواد تعطیل کنه، ضرر میکنه، بعد شب تا صبح رنگش کنه یه شبه. آقا خودمون هستیم. یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید. آقا کار کن. اجازه بده دیگه بابا. آقا مثلا خود شما رو من میخوام الان. من هستم با دو تا شاگرد. دو تا شاگرد هم شما. من میام شما. باشه. آقا اصلا همتون رو فله‌ای میخوام. بریم آقا. نه آقا. آقا فله‌ای چیه؟ ما هممون مارکیم، بسته بندی داریم. خیلی خب، دم دوستمون گرم که نمک ریخ. امشب ساعت 10 به این آدرس باشید دیگه. کدوم آدرس؟ کدوم آدرس؟ همه آدرسی که نه 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 بابا آدرس نه دیگه. آدرس این آدره. بچه‌ها اینو نمیرم. میرم یه روز بعد از ظهر. آقا من فقط حواس رو شما رفتید و مورشون صاحب سرشون بریم. من مشکلی هم به شما بزنگ تا هم نرفتم تو بر نگرد دارمشون. دارم میرم. برو برو بشین، برو بشین. خیلی خوب آبی، دارم میرم. بازم تاکید میکنم حواست باشه تا نرفتن تو نبر نمیگردی ها. وایس تو مطمئن شو برن تو بعد برگرد. باشه خیال تخت باشه، خیال تخت باشه.
دانه خیالت راحت باشه رفتم. اه خب بگم بچه ها رو تو راه انداختی فده افتر در من که اینقدر بعد ترمز کردی صدای آشیل این در اومد یه بابا بسر ما فکر کردیم پاساژ دارش تناکارا خیلی بزرگه نگاه کن عمق نگاه کن بابا عمق چی همه شیشه است اینجا همه شیش متر دیوار آقا جون بالاش این میزنه پایینش هم هم میزنم برای ما دوتا بسته شما دیگه خوش اومدی ولی پایینه این بزنه راحت تر آم یعنی چی میگم شیش متر دیوار بیشتر نیست به من این میرسه بری دنبال کار رو بزن یواش یواش اینجا همش از دقیقه هست جدا میخواییم اینجا رو رنگش کنیم نه اینجا تمرینیه بعدش میخواییم بریم کاخ نیاورا مرده تو به قلعه هم اینجا رو رنگ کنیم دیگه خب بچه رو به اسایلا رو جمع نکردیم آها به نکته ظریف و باریک در این حال درشت و وزینی اشاره کردیم همونجور که مطلعین تریلی این خفاش میمونه روزا ترددش قدغنه شب تریلی میاد با اینا رو بار میزنیم میبینیم انبار شما اینجا رو رنگ میکنیم آره تریلی تو روز به نور حساسه شبا میاد بیرون لباساتو پوشیدی؟ بله سری بیا پایین مواظب تخته هم باشه شکسته است از اون بر بیا پایین ای دایی اومد سلام دایی سلام سلام شهباز این اسب و اساسی که هنوز اینجا بکی ویلونه برای دایی تریلی برقولی کرد بس که دوست داری رو اصلا من تاتیتاتی کنی نه؟ دایی جان میگم تریلی دیر کرد دیگه یعنی تو این شهر درندش فقط همون یه دونه تریلیه؟ نه دایی اتفاقا فکر اینجاشو کرده بودم به یکی بچه ها زنگ زدم کامیونشو قرض کردم قرار برم بگیرم کامیون بخوره تو سرت این موقع شب کجا میخوای کارگر پیدا کنی که اینا رو بار بزنن؟ ای بابا خب دایی کاری نداره بچه ها هستن دیگه یکی ثانیه بار میزنن تو کامیون چی رو بچه ها هستن من گیکس کمر دارم این حرفا یعنی چی نمیتونن کار کنن ای بابا من دو سال تو آب راه رفتم هنوز خوب نشدم چی داری میگی مال من که الان 3 سال هنوز خوب نشده چرت میگی آقا من الان 4 سال اصلا زده به گردن اصلا نمیتونم چه 5 سال همه درد داره آقا نمیشه خیلی خوب الان حساب اونایی که کمر درد ندارن بیاین نفر 50000 تومان پیش بدید. آقا وایسا. آقا وایسا. میدونی چیه؟ همه 50000 رو به من بده، تمام کمرها با من. همش با شما؟ آره با من. همش با من. ببین. خیلی خوبه اینجوریه که خوشو بردی؟ آه، ولی کلا خوشم بود خب حالا ببینم واسه اینو مشتری داری؟ من یه جا که نه خورد خورد دیگه یه ماهی طول میکشه آبا از آسیاب بیفته بعد ولی من مشتریشو دارم که یه جوابش کنیم کجاست؟ قبلا دوروبر کرمان بود ولی خب جای ثابتی نداره واسه بهش زنگ بزنم
خب چرا تا حالا نگفته بودی؟ راستش فراموشش کرده بودم، یعنی اصلا فکر نمی کردم یه همچین آدمی یه روزی به دردم بخوره. بابا این آدم شاکلید ماجراست، من نمیدونم چرا انقدر خوش سردی. خب کجا باید تحویلش بدیم، تهران یا اونجا؟ اگه بخوام نقد معامله کنیم باز ببریم اونجا. خب میبریم اونجا. میبریم ولی یه خود سخت. سخت نیست، من صبح میذارم کرمون. باز این نقاشا رو چیکار کنیم؟ اینا هستن دیگه، کاری با ما ندارن. فکر میکنیم ما بریم اینا میرن تو پارک میشینن بستنی میخورن؟ یه راست رفتن سراغ پلیس. خب پلیس هم جاده رو تحت نظر میگیره دیگه. اون میگه چیکار کنیم؟ ببین اینا وقتی بار زدن تو را بیا فرو کرمون، فقط حواست باشه که تو جاده خوابت نگیره. عمره من خوابم بگیره. خوبه وقتی رسید کرمان اول شهر تو کمربندی سراغ گاراژ شهریار رو بگی. شهریار بعد اونجا که رفتی میگی ملوک رو میخوام. ملوک مرده؟ آره دیگه، ملوک جوونه یه کرکرش هم نصف پایینه. میگی که منو بهادر فرستاده. شهریار ملوک، شهریار میخوام. نشون به اون نشونی که انگشترابی خیلی قشنگه. انگشترابی خیلی قشنگه؟ آره خودش ترتیب کارا رو میده تا من برسم. انگشترابی تو کی میرسی؟ ماشین بنزین داره؟ فوله فوله. وقتی تو رسیدی خیالم تخت تخت شد، پشت بندش جلدی راه افتادم برم. آقا به این خیلی مردی عاشق. میخوای یه زنگ بهش بزنی؟ زنگم میزنم خیال تخت تخت. ای وای چک، اصلا میزون شدم، الان درست شده است، اما هنگ شدی. بچسبونید بغل ستونا، شیشه هم رنگی نشه. بیا تو هم همین کارو بکن، بچسبون بغل ستونا. شما چه اینجا وای تو این ستونو بزن، تو هم برو. بیا اینو ببر شما بخور. گلا بجون بجون بجون، خیلی کار دیر شده. عمو نمیخواد تمیز کنی، الان با زهره رنگ میریزه، خودم تمیزش میکنم. تمیزه تمیز؟ تمیز. خیالم راحت؟ راحت. جا انگوشت نمونه رو درا؟ نمونه. ای یه بوغی، یه چیزی بگو که من بفهمم با منی. خیلی خب بوغ. خب کمربندی از کنون بر بدن. این یعنی چی؟ مستقیم منظورته؟ آره دیگه مستقیم. خیلی خب پرتقا. جیگر جیگر کی بود؟ منم. جیگر تو بذارم باگت یا نونسفی؟ نونسفی ترش میکنم، بذار تو باگت. جیگر آقا تو باگت. ساعت آقا یه ساعت بدم. آداد با خبرته گاراژ شهریار کجا؟ بوخ چرا میزنی؟ آقا خب معذرت میخوام. سمت راست. خیلی خب دست درد نکنه. ناراحت شدی؟ خوشت میاد بوغه؟ ناراحت شدی؟ آقا آقا
گوش کن. مگه نمیگه وایسا؟ بله 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 فهمو ملوک. من ملوک نیستم، نصرتم. شما خودش اومد. سلام، تا کلام ملوک. ملوک نیستم، منیرم. خب چی کجاست الان؟ آمولو کجا؟ وایسا تو برم صداش کنم. شما درد نکنه، خیلی ممنون. وایسا صداش کنم. نه تیز منم برم. نگو برم صداش کنم. بله بله ببخش. اینا نوچه هاشن توزه؟ خودش دیگه که بله نه صدا نکنم، بچه ها رفتن صدا کنم. کیا رفتن صداش کنم؟ آقا ملوک رو میخواستم، به بچه ها گفتم، لطف کردم رفتن صدا کنن. آقا ملوک منم. آقا ملوک اصلیه رو رفتن صدا کنن. اصل و فرعش منم. بله بله خوب هستی آقا ملوک؟ من شهبازم، آقا بهادر من رو فرستاده. خب آقا بهادر دیگه نمیشنستمش. چیزه گفتش که نشون به اون نشون که انگشتر آبی خیلی قشنگه. آره حالا چطوره؟ من مخلص آقا بهادر رفیقاشم هستم. میرم افشاد افشاد بلند شید بیا بچه ها بلند شید بیا 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 من نوکرتم قربونتم. بابا قابل میسی افتخار. اسم چی بود؟ شهباز. افتخار آقا شهباز. بزن که ببارد تمام بزن بیا. بابا قابل نیستی بداشم. همین که گرد و خاکی تو بالا کلمه تکوندی قدم رو چشا چاله بگذاری. سلامت باشی آقا. در وصل آقا شهباز بخونو شهر رو شهر بیا بزن بازم بیرا بازم چی شد بابایی چی شد بیرا بله. آقا بهی، آقا بهادر، حمال زی. داداش تو کی بودی؟ من نمیدونستم. کف کردم اصلا. انقدر اینجا من تحویل گرفتم کف کردم. به جوری تو دهنم الان باه مونده. منو که تو کی میرسی؟ من تا دو ساعت دیگه میرسم. آها. ببین، ولی تو نباید تو گاراژ بمونی. اونجا امنیت نداره، خطر. از گروه آدرس اردشی رو بگیر. میری پیش اردشی. اردشی وقتی هم رسیدی اونجا به چیزی که نشون به اون نشون که هر کبریتی خطرناک نیست. هر کبریتی خطرناک نیست اردشی ها. ببین بجز ملوک هم کسی نباید بفهمه. باشه 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 حواسم هست. هر کبریتی خطرناک نیست یادت مون. باشه باشه میبینمت میبینمت. خدافظ خدافظ. آقا ملوک، آقا ملوک ببخشید یه لحظه. ببخشید آقا بهادر گفتش که آدرس اردشی رو به من بدین. اردشی؟ بله. مطمئنی؟ آره دیگه خودش گفت. میرم. نه نگفت کسی نفهمه. آقا تو چیکار داری؟ میرم از خودمونه. میرم اون یدک آتیش کن. بچه این کامیون رو برش داری بیاری پاکش کنی. ببخشید آقا. الو. آره اون قضیه حل شد. تا یه ساعت و نیم دیگه میام اون بالا. بیا بیا اونجا. آدرسی که دادی همین داره. آها آدرس، آدرس رسیدیم. بس اینو بسر بس. دمت گرم. بس در در. یه. اردشیر خان. حسن هرشی من آقا بهادر فرستاده. کی؟ آقا بهادر. نمیشناسم. گفت نشون به اون نشونی که هر کبریتی بی خطر نیست. کبریت چی؟ بی خطر نیست. چیکار میکنی
بزنیم داداش. اگه نگفت که بعد شکار داری. مشکل از این بزرگتر که اون بهادر نامرد و اون رفیقای کمتر از حیوانشون این بلا رو سر من درآورده فرار کرد. ببین اگه حتی بره تو قبر درش میارم و تلفش در میارم. مردی که هر کس که میگه رفیق بهادری یعنی دشمن بره. آره بهش بگو نشون به این نشون که هر کبریتی خطرناکه. من ده تا مثل تو رو حیف که دست سواله بلان بسته است. بخوای نفرها رو جمع کنیم بریم دنبالشان؟ نه بریم دعوا کنیم؟ نه بخوای با پلیس زنگ بزنم؟ نه نه دست در نکنه شما به کارتون برید. باشه بریم با کار ما برستیم. آقا بگیر آقا دست در آقا دستون در نکنه حالت چطوره پسر خوب؟ آقا به این رفیقت کی بود؟ چطور؟ همه اردشیره یه جوری نسخه ما رو پیشید من دارم میمیرم. حقته دیگه فیلم بازی کردن بسه. فکر کردی با حالو طرفی؟ اگه من قبول کردم که با توی یه لقب کار کنم فقط به خاطر این بود که رو تو کم کنم. آخه بچه من وقتی پامو گذاشتم تو خونتون و مادر قلاب تو دیدم فهمیدم یه ریگی تای کفشته. برای دیگه فکر نمی کردم که پلیس باشی. پلیس؟ شوخی داری میکنی؟ بلایی که سرت آوردم فکر نمی کنم که آدم شوخی به نظر بیام. چون وقتی تا صبح دم عتیق فروشی وایسادم پلیس اومد و رفت نگفت خرید به چمنه فهمیدم یه کاسه زیر نیم کاسه. حداقل کاشکی راجع به وضع بابات با اون ننه قلابی حرفاتو یه کاسه میکردی. نه اینکه اون بگه اگه باباش بفهمه علم میکنه بل میکنه بعد تو بگی بابام 70 کفن پوسونده. اون منظورش آقا جونم بوده منظورش بابام نبوده. بیخودی همه چی باهم قاطی میکنی. راستی از حاج خانم اینا چه خبر؟ از اونجا بلند شدن؟ حاج خانم کیه؟ یه سر رفتن در خونه مامان جونتینا. یه یارو عملیه اومد دم در گفت اینجا رو دو روزه اجاره کرده بودن. آقا به چی داری واسه خودت بلغور میکنی؟ من تو با هم همبند بودیم. فیلم زیاد میبینی جوجه پلیس. اگه قرار بود راجع به این چیزا من دملا تله بدم که تا حالا 70 کفن پوسونده بودم. الو آقا بی مشترک مورد نظر امکان پذیر نیست. دارم برات آقا بهادر.
شده پدر جان؟ یه ماش آدم قل که ما قد خدا بی خبر به زور اومدن دست با اون بستن انداختن هم این تو یه گوشوند من بردن. کیا بودن؟ نمی ساختم اونشون تا وال ندیده بودم اینشون داشتم می رفتم میدون به زور اومدن دستمان بستن چه بندنم این تو گوزفندام چه کار کردن. وای 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 گوزفندات سالمان پدر شما یه لحظه بس. یه لحظه خیلی خوب خیلی خوب یه لحظه اجازه بدین چه کردن چند الو الو پلیس صداده آقا شما کجایه؟ ببخشید من فقط 5 دقیقه است از اون کس دستو گرفتم به حساب خدمتتون. همشون رفتن کسی دیگه نیست. هیچی از این مظنون اینجا نیست؟ کیا؟ اعضای باندی که باند چی؟ باند فرودگاه جمع سم شما رو گرفتیم شما زن... سروان حیدر منم چون اگر قرار بشه پلیس بشه 20 سال پیش باید بازنشست بشه از... سلام خدا من اینا چیم میخواد بگم بیسیم بزنه بعد نه کار واجب تر من در خدمت هم اون ماشین از صاحبت را گفته سمت تهران ما هم دنبالش بریم چطور با خودشون نبردنش نمیدونم ماشین و وسایلش هر دو سالمه فکر کنم توی ماجرا فقط مثلا روی منو کم کنن بعید میدونم فقط ماجرا رو کم کنی باشه آره فقط این نیست مطمئنن تو تهران سرشون به کار گنده تر گرمه جام سروان این بد زدن من میخوام بگم نه احتیاج نیست الان چی دستور میدی پس الان دستور اینه که اون کامیون سمت تهران را بیفته ما هم پشت سرش بریم چشم قربان سلام علیکم سلام از اصول خانم شما تو خونه هم اینجوری با بچه هاتون رفتار میکنین؟ میخوایی بگین همش تقصیر من بوده؟ خانم عوض این همه توپ و تشر این همه اخم و تقوی 2 سال به من لبخند میزدید اون بنده خدا شک نمیکرد من تمام سعیمو کردم که طرف شک نکنه شما یکمی توقعتون از من زیاده قربان من پلیسم و نه هنر پیشه سرنگ است؟ بله منتظرتون شما بفرمایید
چشم. شده؟ هیچ. طرف تو دست خورده، یه کلا رفته سرش تا اینجا. حالا همه تقصیر رو میخواد بندازه گردن من. یکی نیست بهش بگه بابا خودت شک انداخته تو دل این نرفته هموم یا هم جلو روم بایستاده خود تو رفهم که خر نیست که میفهمی که این واسه این که لو نره از تو همون زده بیرون حالا نزدیک بازنشستگی من ببین چی کار داره میکنم یه نسخه از این گزارش باید بفرستی برای بقیه دایره‌ای که با این پرونده درگیرن این دفعه باید موفق بشی اونا فقط من سلام نمیدارم کسی دیگه در جریان قرار بگیره در واقع میترسم سلام جان سلام بشین ترکمان به به چرا سلام هیدر آقا بفرم بفرم خواهش من بفرم بفرم خوب هستیم آقا ما که نقشمون رو خوب بازی کردیم راضی بودی؟ شما که عالی بودی بهترین نقش مکمل رو میگیری دست شما درد نکنه سلام هیدر مال زندان چطور بود؟ جای شما خالی دوستان به جای ما انشالله قسمت شما هم بشه چند وقت واسه ماموریت بری اون تو بیای بیرون حس کنی که وقت تو تلف کردی البته هنوز هم معلوم نیست که تلف کرده باشی چطور مگه؟ هنوز تموم نشده بقیه دایره‌ها که با این پرونده درگیرن چشم امیدشون به این عملیاته تنها سرنخمون هم بهادره اونم که گم و گور شد نه گم و گور نشده همین دوره براست یعنی میخواست فقط حال شما رو بگیره؟ نه قضیه حالگیری نبوده یه نقشه‌ای داشته با این طرحت موافقم اما فقط یه هفته فرصت داری که این پرونده رو برای همیشه ببندی ببخشید جناب سرنگ شما نقشه جدیدی دارین؟ سربان هیدر آهای شهباز علی من ماندم تنهای تنها عزیزم من ماندم تنها میون لات و لوتا عزیزم لات و لوتا الو سلام ترکمانم ببخشید بعد با هم زنگ شدم نه خواهش میکنم بگو بگو قربان چند دقیقه پیش خبر دادن که عتیقه فروشی مورد سرقت قرار گرفته کدوم عتیقه فروشی همون عتیقه فروشی که امروز وسایلشو بردیم پس دادیم مگه میشه ما الان تو مسیر موقعیت مورد نظریم شما میای خیلی خوب خیلی خوب الان خودم میرسونم الان خودم میرسونم لازم میفهمه متاسفانه مورد سرقت قرار گرفت یعنی شما اینجا نبودین
قربان یه تصادف سوری رو انداخته بودن. گزارش رو برام بنویس. چش. بفرمایید. سلام جان، سلام. سرهنگ تو رای من سروان. حالا تا سرهنگ برسه واسه شما بگم. در خدمت. من 2,000,000 تومان گرفتم دو روز اینجا رو بزنم. قرار بود اینجوری بشه. من عذرخواهی می‌کنم. ببخشید. سلام. خسته نباشید. شما اجازه بدین آقا. آرامش رو حفظ کنید، نگران نباشید. ما داریم پیگیری می‌کنیم. اجازه بدین شما. بفرمایید. چیزی از قلم نیفته. این کارتون این بریه رو همه اینا رو خسته نمش. سلام، شب بخیر. مورد خیلی مشکوکه، همه جا رو به هم ریختن و ظاهران چیزی نبردن. این چیه؟ مواد سفید. مواد؟ من از ساده رفتم اونجا باندشون شناسایی کنم، شدم وسیله جابجایی مواد به تهران. یعنی چی؟ اونجا بهادر من فرستاد پی نخودسیا، رفقاش وقت کردن مواد جاسازی کردن تو کامیون، منم آوردم. حداقل 60-70 کیلو. خسته نباشی، واقعا زحمت کشیدی. منظورم این که الان باید چیکار کنیم؟ تکلیف چیه الان؟ منو بی وجدان رو به هر قیمتی شده گیر میندازم. سلام جناب. سلام. به هر قیمتی. سلام جناب. سلام. قربان. سلام. چی شده سروان؟ چی شده جناب سروان؟ بندم همین الان رسیدم. اجازه بدید بپرسم، گزارشش رو میارم دفتره. ببخشید جسارت نباشه، ما همسایه طبقه بالاییم، گفتیم از بالا سوراخ نکرده باشن اومده باشن پایین. ما چیزی اس نکردیم. بفرمایید آقا. بفرمایید جناب. بفرم. خب. خب مثل اینکه یه دعوای سوری رو انداختن. مگه نگفتی همه چی هماهنگه؟ بله قربان، همه چی هماهنگه. جناب سروان. جناب سرهنگ هستن. بعد سروان و سرهنگو که میدونم ایشون سه تا از اینا داره. آخه آقا جناب اینجا رو دو روز از ما اجاره کردن 2,000,000 تومان، قرار بوده هیچ خسارتی که نزنن هیچی. اینجا رو نقاشی هم گزارشش برام مکتوب کن. بله ببینید مکتوب چرا جناب سرهنگ؟ بگید شفاهی گزارش بده. شفاهی خدمت شما گزارش بدم. ببخشید جناب سرهنگ، تشریف بیارید. تشریف بیارید قربان، لطف کنید. ببخشید متهم تحت نظر فردی با هویت بهادر نقشبندان 50 سال سن با مقداری مواد سفید با مواد سفید اقدام به فرار کرد. موبایل رو یندومی 50 سال سن و مراتب اطلاعی ستاد برسند. بفرمایید. چه کاری کرد؟ جناب سرهنگ سعیدی خبر عجیب دیدم. چی؟ دیروز این نفر که مشخصاتش عیناً با متهم مطابقت میکنه راست ساعت 1720 دستگیر شده. بله بله بله. به چه جرمی؟ نزاهه خیابونی. به اسم مشخصات که خودشه. سواشو در بیار. امکان نداره. خودشه؟ آره خودشه. حالا اون باوشتر از این حرف هست که به خاطر یک دعوای خیابونه کشه گیر بنزه با این همه مواد. شاید دوباره نقشه ای داره. نمیدونم. نمیفهمم. شاید کسی اسمش رو جعل کرده باشه. بهتر نیست برین سراغش. کدوم زن داده؟ هم دادگاه نرفته، باز داشته. محبت کنید اینجا پارک نکنید. علیه.
خودشه. مشکلی پیش اومده؟ نه. میتونم باش تنها باشم؟ بله، رئیس گفته در اختیار شماست. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. بابا این چه شعریه شما داریم؟ آدم توش احساس تنهایی میکنه، نه کسی حرف میزنه، نه کسی میخنده، همه شخم و تخم و دعوا. دعوام که میشه کاری از دستت بر نمیاد، نمیتونی ولشون کنی بری، نمیتونی بری سواشون کنی. آقا بری جلو چی بگی؟ آقا بده، آقا زشته، آقا عیبه، آقا دعوا مال حیواناته. نه، هیچ کدومش جواب نمیده. وقتی هم که جواب نده دلتنگی میاد سراغه. چرا؟ چون یک کار کوچولو هم از دست بر نمیاد. راستی تو چی؟ وقتی توی ماجرای یک کار کوچولو هم از دست بر نیاد چه حسی داری؟ تنهایی میاد سراغه؟ من تنهایی برام معنی ندارم. ای والا، پس درست حد زدم. تو از اون آدم های سمجی هستی که اگر هزار بارم اشتباه کنی باز تنهایی نمیاد سراغه. ببین من کار دارم، نه نیومدم اینجا که اشتهام باز بشه. پس حاشیه نرم. چقدر مواد جابجا کردی؟ بازم همون انگ همیشگی. کدوم مواد؟ مثل که مخمصه که توش گیر کردی هیچ تأثیری رو نذاشته. کدوم مخمصه؟ حمله مواد. مدرکی هم برای این حرفت داری؟ به اونم میرسیم. قبلش تا اون مواد کوفت که از دست رفقات بیرون نرفته یه لیست از اسامیشون میخوام. اول شفایی، بعدش هم یه کاغذ. یه مرد هیچ وقت به رفقاش خیانت نمیکنه. صرفا جهت اطلاع باید خدمتتون عرض کنم که من به دشمنم هم خیانت نمیکنم که بیفته تو چنگ تو. خب این خیلی خوبه، پس قبول داری که ببین من نه آدم فروشم نه چیزی، ولی اگر یه روزی خواستم کسی رو لو بدم یا بفروشم ترجیح میدم به یه پلیس بگم، نه تو جوجه پلیس. یه کاری نکن یه جور دیگه باید رفتار بشه. چرا یه جور دیگه رفتار میشه؟ چون به جواب نرسیدی؟ میخوای زورتو برو خواهند بکشی؟ نه، ولی تو هم فکر نکن که سلام میذارم شونات و زارزار گریه میکنم میگم به من اطلاعات بده. مجبوری که این کار بکنی. من هیچی ندارم که بگم. بهادر، من دارم یه فرصت به تو میدم که خودتو خلاص کنی. من جرمی نکردم. یه دعوا خیابونیه که خود به خود بعد 40 روز خلاصم. پس مهنت سر من نذار. خب به نظرم بعدی تغییر تو برنامه‌ت بدی. کاری برای خودت جور کن تو زندان برای اینکه سرگرم بشی. چون به عنوان متهم اصلی پرونده قاچاق حالا حالا تشریف داری. ببین آقا رضای شهباز نامه، من نباید تو اون اشتباهی تو رو بدم. من نه دزدی کردم نه قاچاق. فکر نمی‌کنم مدرکی علیه من داشته باشی. پس بی خودی منو قاطی این بازی ها نکن. من باز برم زن و بچه همون ببینم. الان 11 هم هست که صداشون هم نشنیدم. آقا بهادر، تو این پرونده و تو این شرایط تو تنها سرنخ من هستی، پس باید خیلی کم حق باشم که ولت کنم بری. اینقدر من حالو فرض نکن. من از روز اول که اومدم زندان میدونستم زن و بچه تو مرز ترکیه مردن. پس نخوا که احساسات من تحریک کنی. فقط دهنتو با کن. کسایی که میان تو اداره پلیس همه اندازه و همه شکلی توشون پیدا میشه، ولی وقتی به پست من میخورن همشون یه اندازه میشن، کوچیک، کتک خورده و کوچیک. بس واسه من گردن کلفتی نکن. نه چیزی میدونم نه میخوام که بدونم. بی خودی خودتم خسته نکن. اگه به قیمت جونم هم تموم شه نمیذارم که سر در بری. سلام جناب سلام. سلام سروان، چه خبر؟ خودش قربان. پس خیلی مراقب باش. اگه این دفعه هم نقشت به مشکل بخوره حسابی میریم زیر سوال. خیالتون راحت قربان، همه چی هماهنگه. اون دفعه هم همه چی هماهنگ بود که نقشت خود به مشکل و عتیقه فروشی رو زدن. اون سری هم قربان ما فکر همه چی رو کرده بودیم، عملیات دو رفت. از کجا نمیدونم. به چیزی هم اعتراف کرده؟ نه قربان، این همش بازیه. خودش با یه جرم احمقانه گیر انداخته که ذهن ما رو مشغول کنه.
داره به هم دستاش کمک میکنه راحت‌تر مواد جا به جا کنه. سروان حیدر، جا به جای مواد یکی از کارهای این بانده، سرقت مسلحانه، آدم ربایی. بله قربان، بله بله میدونم قربان. خب نتیجه هیچی قربان، باید منتظر بمونم. امیدوارم همه چی اونطور که تو میخوای پیش بره قربان. خیالتون راحت، اونا جز افتاده شدن راه دیگه ای ندارن. گوش کن سروان، برای این نقشت چند ماهی که داری زحمت میکشی، هر چقدر نیرو و امکانات خاصی در اختیارت گذاشتم، پس مراقب باش دوباره. بله بله قربان. چشم قربان، چشم. مراقب خودت باش. خداحافظ. سلامت باشی. خدا نگه. داد در نیدنه یه گوله میذارم تو شکمت. چی شده؟ هیچی. بیا فرستم ترا. آقا هر چی شمایی، چی شده؟ حرف زیاد نمیزنم، برو سمت راست میام. یه گوله میذارم تو شکمت. دو کلام با هم حرف بزنیم، شما فقط بلدی بگی یه گوله میذارم تو شکمت. من بلدم. بجا. منظورم این بود که فقط گوله رو بگم، من با هم حرف بزنیم، با هم مکالمه کنیم. را بیا حرف زیاد نمیزنم، را بیا. سمت راست. بیا سمت راست. سمت راست. سمت راست. بیادشو جو. سلام علیکم. سلام علیکم. چه خبر؟ سلامتی. خیلی حواست خیلی جمع باشه. بیارش. با قردشین خیلی خودمونی شدی. معذرت نیست پسر. بینم آیا خوکو. کتابه است. آداش سلام. سلام آقا یعقوب. قربونت برم آقا. زنده باش. زنده باش. سلام آقا یعقوب. سلام. سلام جان. اینه؟ خود ناکسشه. ببینم پسر. تو سروانی؟ چه فرق میکنه؟ آفرین. باریکلا. خوشم آمد. برای کسی که گرفتار میشه و قراره بمیره،
فرق نمیکنه چه سرهنگ باشه چه سرباز. اینجا فقط این انگشت رو ماشاست کردش داره که آیا با این انگشت میشه ماشه رو شکون یا نه. دقیقاً الان اینه که داری میگین منظور تو مامانه؟ تو این جمع ده 15 نفری که با تو میشن 15 و نصفی یه خطا کار میبینم، اونم تو هستی که دارم با صحبت میکنم. اصلا شما رو نمیشناسم، چطور میتونم در مورد شما خطایی کرده باشم؟ ای والا داری والا، تو ما رو نمیشناسی؟ ما همونهاییم که الان چند وقت خودتو حبس کردی، زندان رفتی واسه اینکه اما یه سرنخ بگیری، بعد میگی ما رو نمیشناسی؟ بهادر یک نقشه احمقانه کشید و اون این بود که 90 کیلو مواد رو تو کامیونی که تو قرار بود بیاری تهران جاسازی کرده بود، ولی مواد هنوز به تهران نرسیده. رسیده؟ نرسیده. پس اون موادی که از عتیقی فروشی دزدیدین چی بود؟ اون مواد محترقه بود. بعد تو نهاک ندید. برو مواد رو بیار. پس رسیده. اینا چیه؟ ابله، این آرده. آرد؟ به چشماتم خیلی میاد. آقا گفت نمک نریز. من از آقا یعقوب پول میگیرم که نمک بریزم. پس بریز. تو تهران من به جای 90 کیلو مواد 90 کیلو آرد تحویل گرفتم. مفهوم شد؟ حالا برگشتیم سر خط. چون فکر نمی‌کنم قضیه مواد و آرد به من ربطی داشته باشه. تنها کسی که چند ساعت با مواد تنها بوده تو بودی. یعنی فکر می‌کنی جای این دوتا رو من عوض کردم؟ دقیقاً. من نمی‌دونم چجوری باید بگم شما باور بکنی. اصلا از کجا باید می‌فهمیدم تو اون کامیون مواد هست؟ شاید همینا عوضش کرده باشم موقع جاسازی. کیا؟ همینا، مثلا همین. این آقا اسم داره. اسمش اردشیره و برادر منه. خب حالا این برادرته، همون آقا ملوک. اون آقا ملوک اونجا همه کاره بود. چی میگی؟ ملوک پسر یعقوب خانه. بابا ای بابا، شما همه اینجا فامیلین؟ اینها همه رفقای منن. همه آره رفقا دیگه، همین رفقا خنجر میزنن از پشت دیگه، همینا بودن. سروان، من به اندازه چشمم به اینا اعتماد دارم. 300 گرم جلوشون میذارم، دست بهش نمیزنم. بله دست میزنیم با دماغ میکشیم بالا اینجوری. قدر حال میده سروان. شما دارین اشتباه میکنین. شما بذارید من یه ذره پرسجو کنم پیداش میکنم. از کی میخوای پرسجو کنی؟ از همین 10-12 نفر. از کدومشون میخوای شروع کنی؟ از میخوام شروع کنی؟ نه شما که. از من چی؟ آقا شما به همین اعتماد دارین؟ گفتم که به اندازه چشمم اعتماد دارم. من چجوری بگم شما باور کنین؟ شما اصلا دار دسته بهادر برداشته باشن. دار دسته بهادر اینا همه که اینجان. خب من دیگه عقلم به جای قد نمیده. نه به جای قد نمیده. جای نمیرم. همین جا به جای قد نمیده عقلم. برای آخرین بار بهت میگم بسر، با پوست شیر بازی نکن. دوم شیر، هر جای شیر میخواد باشه، حتی یال شیر. ببین چی میگم، مواد منو کجا قایم کردی؟ موادشو بده. منم برای آخرین بار میگم، من به چیزی دست نزدم. اوه بدبخت شد. باور نکردین؟ ببینید. باور نکردین؟ بابا داره. من چه باور نکردین؟ منم راستش میگم. نه شاید اون آقا بابا تا یه دقیقه دستمو بچور گرفتی آخه. صفر گرفتی. آقا داری اشتباه می‌کنین آقا. خیلی خوب دیگه خیلی جدی گرفتین ها. بعد میگم داری میگم داری اشتباهش رو عوض می‌کنی. ما داره. ما داریم مردم کشی می‌کنی دیگه. تو به آدر بگو.
همش به خاطر بهادره. بهادر کیه؟ ببین دست نزن کجا؟ من به چیزی دست نزدم بابا. میخوری چرا باور نمیکنی؟ نمیگیری اون بعد دست نزن. داره بری اون بهادر دفرت. اون بهادر میگه کجاست؟ آقا خیلی حرف میزنه. میخوری داری بری اون کینسه کجاست؟ نمیگیری اون بعد. بگیر اون بر اینو کمک. بهت گفتم کمک نخوا. ای کسی هم کمک بده کمک من. من به چیزی دست نزدم بابا. میخوری چرا باور نمیکنی؟ نمیگیری اون بعد. خفشو کمک. خفشو کمک. خفه گل کمک. یاو چیه؟ مامانو ریختن با خیلی خوب چرا وایسادی بالا اصلا منو تو کشو بیار بودو بجوم دیگه ترکمان چطوری؟ آه جناب سرما هیدر چطوری؟ خوبه سلام خیلی متشکرم تشکر سلام سلام متشکرم تشکر دفعه دیگه یه کمی به موقع تر بیا دیگه به موقع نایمده بودم که الان اینجا نبودی نه به موقع تر نباشی من به شما افتخار میکنم ممنونم رئیس حالا تو من که کاری نکردم به موقعش به تو هم افتخار میکنم ممنون قربان از دفتر فرماندهی دعوتت کردم برات درخواست ارشدیت کردم مراسم امروز بعد از ظهرم به همین مناسبت ممنون قربان شیرینی مراسم من به عهده شماست چشم سرنگ البته ایشون درجهشو میگیرن شما به ایشون افتخار میکنی شیرینیش هم ما بگیریم چشم خب اگه اجازه بدین من هم مرخص میشم شیرینی هم خودم موقع اومدم میگیرم به سلامت با عزت جناب سرنگ اگه برای ما هم تقاضای ارشدیت بکنید من ناراحت نمیشم میدونم میشناسم به کارت برس آقا موتوری موتور پیدا شد؟ موتورم پیدا شد غیر از اونم خیلی چیزای دیگه هم پیدا شد برو جلو چرا سرمان بشه شما به کارت برس چشم سرمان به به خوشتیب شدی چی شد فکراتو کردی؟ درباره اسم آدرس همدستات من همدستی ندارم شاید داشتی یادت نیست شایدم یادم رفته باشه شایدم من باید کمکت کنم که یادت بیاد بد نی سرداری سلام جافتون چرا دارم با هم بودیم لباس شبه چون نشاختمش برتو خلی با یا پون نیستم برتو برتو حرف نزم برتو این همه داری نشون برو تو اینه دیگه پا تو کفش بزرگتر را تکنی یا برو تو جوجه قاشق چی؟